بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب تقسيم وتنظيم قاعدة برای قول مفيد. هشتم توحيد نامها وصفاتها كأن يك باب است. آن هم باشد باب انكار چيزي از نامها وصفاتهای الله تعالى. جهود همان انکار است و انکار دو نوع است. نوع یکم انکار تصدیق نکردن به شک کفر است. پس کسی نام یا صفتی از صفتهای الله را که در قرآن و سنت ثابت است انکار کند، پس او به اجماع کافر است، زیرا دروغگو کردن الله و رسولش به اجماع کفری از دین خارج کننده است. دوم انکار تعویل، آن را انکار نمی کند ولیکن آن را به معنای مخالف آن تعویل می کند که آن دو است، در لغت روا است، پس این کافر نمی شود، لیکن وی در خطر بزرگ است و بر وی رد می کنیم. همچنانه که اگر در قول الله سبحانه و تعالی آمده است که بلکه دو دست او کشاده است، گوید که مقصد به دست نعمت است، پس کافر نمی شود، زیرا دست در لغت به معنای نعمت می آید، لیکن بر وی رد میکنیم و اینکه در لغت دلیل منطقی ندارد، پس این کافر می شود. مانند که بگویند مقصد به دست آسمان هاست، پس این کافر می شود، زیرا برایش در لغت دلیل ندارد و نه آن مقتضای حقیقت شرعی است، پس وی انکار کننده دروغ شمارنده است. یکم اینکه آن مخالف دلیل و اجماع سلف است و بر آن دلیل نیست. دوم دست به چند صفت وصف شده است، امکان ندارد که به آن نعمت و قوت وصف شود، مانند صیغه دو نفره و جمع و قبض و کشاده، و این وصف برای نعمت نمی باشد و نه برای قوت. سوم، الله سبحانه و تعالی بر آدم منت کرد که او را با دو دستش آفریده است، و اگر دست به معنای نعمت و قوت باشد، برای آدم نسبت بر دیگر مخلوق ها یگان برتری و امتیازی نمی باشد. توحید نام ها و صفت ها آن یگان دانستن الله سبحانه و تعالی به آن چیزی که خودش نامید و وصف کرد در کتابش یا در زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم، و این به اثبات کردن آن چیزی که برای خودش اثبات کرده است و نفی کردن آن چیزی که از خودش نفی کرده است، به تحریف و به تعطیل و به اثبات کیفیت و به مانند کنی می باشد. اکنون برای چی گفت که به تحریف و نگفت به تعویل؟ یکم، زیرا این در قرآن آمده است، پس از آن نمی گذاریم. دوم، زیرا به عدل قریبتر است، پس آنها اهل تحریفند و اهل تعویل نیستند. سوم، مردم را از آنها گریزاندن، زیرا اهل تحریف را اگر به تعویل وصف کنی شاد می شوند. چهارم، همه تعویل مذمت شده نیست، پس بر چیزی که دلیل دلالت کند پس او صحیح و مقبول است، و بر چیزی که دلیل دلالت نکند پس آن فاسد و رد شده است، اما همه تحریف مذمت شده است. برای چی تمثیل را نفی کرد و تشبیه را نفی نکرد؟ یکم، زیرا تمثیل در قرآن آمده است و آن مطلقا منفی است به خلاف تشبیه. دوم، زیرا نفی تشبیه مطلقا صحیح نمی باشد، پس همه موجودات حتمی است، در بینشان مقدار مشترک باشد که در آن شبیه هستند، و هر کدام آن به آن چیزی که خاص آن است فرق میکند. سوم، مردم در نامیده شدن تشبیه اختلاف کردند، پس بعضیشان اثبات صفتها را تشبیه قرار دادند. اسم مشتق است یا از این که به معنای آن ارتفاع یعنی بلندی است، پس نامیده شده به اسمش بلند معلوم و آشکار می شود. دوم، از سمت به معنای آن دلالت است، پس آن علامت بر نامیده شده اش است. اکنون فرق بین اسم و صفت. اسم آن چیز است که الله سبحانه و تعالی به آن نامیده شده است، و صفت چیز است که به آن وصف شده است.
اکنون برای چی توحید نام ها و صفت ها را می نامیم؟ یکم تا توحید را تحقیق نماییم، بلکه یک تا پرست نمی باشد تا که الله را به هر چیز نوعی توحید یگانه اعتقاد کند. دوم، زیرا در آن حیات قلب هاست و بزرگترین چیز برای حیات آن و با شرفترین علم ها شناسایی به الله سبحانه و تعالی است. سوم، داخل جنت شدن از روی فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند الله دارای 99 اسم است، کسی آنها را بشمارد داخل جنت شود. چهارم، زیرا این اصل است که بر آن سلف بودند. پنجم، تا واقع نشویم در چیزی که در آن فرقه های گمراه از تمثیل مانند کنی و تعطیل واقع شدند. ششم، الله را به آن دعا کنیم. الله سبحانه و تعالی فرمود و برای الله نام های نکو است، پس او را به آن نام ها دعا کنید. تحریف یعنی تغییر چیزی که اثبات کردن آن برای الله واجب می باشد. تعریف معنوی مثل کسی که می گوید دست به معنای نعمت است. تحریف لفظی مانند تحریف لفظ جلاله الله سبحانه و تعالی به الله در فرموده الله و کلم الله موسی تکلیما، پس صفت کلام را از الله انکار کردند و گمانشان که کلام از طرف موسی بود و رد آنها این است که آنها را از فرموده او تعالی که فرمود و کلمه ربه سؤال داده می شود، پس برایشان واید این سؤال جواب نیست و حجتشان تمام می شود. تعطیل انکار آن نام ها و صفت های که برای الله سبحانه و تعالی واجب می باشد. تعطیل جزئی مانند اشاعره که بعضی صفت ها را اثبات می کنند و بعضی را انکار می کنند. تعطیل کلی مانند جهمیه که همه صفت های الله تعالی را انکار کردند. تکییف و از آن به چگونه پرسیده شود و می باشد. یکم، به زبان گفتن، به این که چیزی را به زبانش وصف می کند. دوم، به سر انگشتان از روی تحریر و این که چیزی را به سر انگشتانش رسم کشد. سوم، به قلب از روی تقدیر و این که چیزی را در قلبش تصویر نماید. دلالت های اسم، یکم مطابقت، دلالت آن بر همه معناهایی که آن را احاطه می کند. دوم، تضمن، بر جزئی معنای آن دلالت دارد. سوم، التزام، بر امر خارجی لازم دلالت میکند. مثال این، خالق بر ذات یگانه الله و مطابقت دلالت میکند و بر صفت خلق کردن و دلالت تضمن دلالت میکند و بر صفت علم و قدرت و دلالت التزام دلالت میکند. همچنانه که الله سبحانه و تعالی فرمود الله همان کسی است که 7 آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آنها آفرید و فرمان الله پیوسته در میان آنها نازل می شود تا بدانید که الله به هر چیز تواناست و آنکه علم الله بر همه چیز احاطه دارد. چگونه علم نام ها و صفت ها را می آموزیم؟ یکم، علم عبادت است و ضرور است که بر راه سیر کنیم که بر آن پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابتان رضی الله عنهم سیر کردند. دوم، مقصد از آن نقطه تعظیم الله باشد و برای این امام مالک رحمه الله از استوا پرسیده شد، سرش پایان کرد و او را عرق فرا گرفت، زیرا او از چیزی بزرگ پرسیده شد. سوم، از چیزهایی که صحابتان رضی الله عنهم نپرسیده اند نمی پرسیم. چهارم، اول ذکر دلیل، دوم اعتقاد کردن است و مخالفان اهل سنت به اشیای اعتقاد میکنند، سپس برای آن دلیل ها میجویند، پس برای آن دلیل نمییابند، پس بیراه میروند و در بدعت ها واقع میشوند. پنجم، طریقه امام شافعی رحمه الله را تطبیق میکنیم، پس به الله و از آن چیزی که از جانب الله بر مراد الله آمده است ایمان میاری و به رسول الله و آن چی از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم بر مراد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است ایمان میاری. اکنون بعضی چیزهایی که به نام ها و صفات ها وابستگی دارد.
یکم نامهای الله در عدد معین محصور نیست و دلیل اینکه فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم یا آن را در علم غیب در نزدت نگه داشته اید. و اما فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند برای الله 99 اسم است، پس معنایش این نیست که غیر این نامها نام دیگری ندارد، بلکه مانند سخن گوینده است که من 100 اسم دارم، آنها را برای صدقه آماده کردم. دوم، نامهای الله اعلام و صفت هاست، اعلام محض نیست، پس آن از جهت دلالتش بر ذات الله اعلام است و از جهت دلالت آن بر صفتی که این اسم در بر میگیرد صفت ها است. به خلاف نامهای ما، گاه نام شخص علی میباشد و او از پسترین مردم است. سوم، نامهای الله سبحانه و تعالی مترادف و فرق کنندند، به اعتبار دلالت آن بر ذات الله متدارف است، زیرا نامها بر یک نامیده شده دلالت میکند، پس اسم سمیع، بصیر و حکیم همهشان برای یک نامیده شده دلالت میکنند. او الله است، لیکن آنها به اعتبار معنایشان فرق دارند، پس معنای حکیم غیر معنای سمیع است. چهارم، اسم از اسمای الله سبحانه وتعالی بر ذات و بر معنا دلالت میکند، پس بر ما واجب است که با آن نامی از نامها ایمان بیاریم و به صفتی که در بر میگیرد ایمان بیاریم و بر چیزی که صفت دلالت میکند از اکثر و حکم ایمان بیاریم. اگر اسم متعدی گذرنده باشد، پس مثلا سمیع ایمان میاریم که از نامهای الله سمیع است و آن بر صفت سمع یعنی شنوایی دلالت میکند و بر این شنوایی حکم و اثر است و اینکه او به آن میشنود. و اما اگر اسم متعدی نباشد، مانند عظیم، حی و جلیل، پس اسم صفت را اثبات میکنیم و حکم نیست که به آن گذرد. پنجم، صفت ها از اسم ها وسیع‌تر است، زیرا هر اسم صفت را در بر میگیرد و نه هر صفت اسم باشد، پس الله به صفت کلام و اراده وصف می شود و متکلم و مرید نامیده نمی شود. ششم، و در آن چیزی که الله تعالی خودش را وصف کرده است، پس آن بر حقیقتش است، لیکن از تمثیل و تکییف پاک حسابیده می شود. دلیل اول، الله سبحانه و تعالی فرمود و آنها بر رحمان کافر می شوند تا آخر آیت. کافران قریش که اسم را انکار میکردند نه نامیده شده را، پس آنان به وجود الله اقرار داشتند و در این دلیل است بر اینکه کسی اسم از اسمای الله تعالی را انکار کند کافر میشود. دلیل دوم، در صحیح بخاری روایت است که علی رضی الله عنه گفت مردم را به آن چیزی میدانند سخن کنید، آیا میخواهید الله و رسولش را دروغگو بکنند؟ بر دایی واجب است که در عقلهای دعوت شده ها نظر کند و هر انسان را در منزلتش گذارد و مردم را به طریقه سخن کند که عقلهایشان برداشت کند و آنها را اندک اندک نقل میکنیم تا سخن را قبول کنند و مطمئن شوند و آنها را دعوت نکنیم به چیزی که عقلهایشان برداشت نمیکند. دلیل سوم، عبدالرزاق از معمر و او از ابن طاووس و ابن طاووس از پدرش و پدرش از ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده که ابن عباس مردی را دید که به شنیدن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره صفات الله به گونه‌ای که آن را قبول نداشته باشد جسمش تکان خورد. ابن عباس رضی الله عنه گفت این را چه شده که به شنیدن دلایل محکم نرمی و قبول در آنها به وجود می آید و با شنیدن دلیل های متشابه به هلاکت می افتد. سخنش به آخر رسید. در حدیث آمده است که ما فرق، یعنی ترس اینها از صفتی که بر آنها خوانده شد و رسید چیست، برای چی آن را برای الله اثبات نمی کنند، همچنانه که الله سبحانه و تعالی آن را برای نفسش اثبات کرده است و برای او رسول صلی الله علیه و سلم اثبات کرده است. قرآن وصف می شود به اینکه یکم همش محکم است و معنای اتقان، دوم همش متشابه است، یعنی یکدیگر را شباهت دارد و یکدیگر را تصدیق می کند،
سوم بعضیش محکم و بعضیش متشابه است. محکم معنایش واضح است. متشابه یعنی مطلق است یا نسبی. مطلق بنابر قرائت وقف، نسبی قرائت پیوسته. یکم در قرآن گفته می شود که همش محکم است به ذکر متشابه، یعنی در آن خلل نیست، در اخبارش دروغ جا ندارد و در احکامش جور نیست. الله سبحانه و تعالی فرمود به کلام پروردگار تو با صدق و عدل به انجام رسید. دوم بر قرآن گفته می شود که همش متشابه است به ذکر محکم، یعنی بعضی اش با بعضی اش در زیباگی و کلامش شبیه هستند و یک دیگر را تصدیق میکند و مخالف نیستند. الله سبحانه و تعالی فرمود الله بهترین سخن را نازل کرده است، کتابی که آیاتش متشابه همانند یک دیگر میباشند. سوم بر قرآن گفته میشود بعضی که آن محکم و بعضی آن متشابه است، پس محکم اینجا آن است که معنایش واضح و معلوم است و متشابه آن است که معنایش پوشیده است و آن دو نوع است، مطلق و نسبی. و این بر قرائت وقف و وصل در فرموده او تعالی و تعویل آن را جز الله کسی نمی داند بینا می شود. پس مطلق آن است که جز الله کسی نمی داند، مثل چگونگی صفات ها و حقیقت چیزی که در جنت است. و نسبی آن است که آن را عالمان استوار می دانند و در نزد دیگران متشابه است. در قرآن چیزی نیست که نسبت همه مردم از جهت معنا متشابه باشد، ولیکن خطا در فهم است. و برای این ابن عباس رضی الله عنهما گفت من از دانشمندان استوار هستم که تعویل آن را می دانند. این را برای تحریف نفسش نگفت، ولیکن این را گفت تا مردم بدانند در کتاب الله چیزی نیست که معنایش دانسته نشود، زیرا ایمان دارند که این امت از رسول الله صلی الله علیه و سلم تا آخرش معنای قرآن را نفهمند و اینکه آنها آیاتهای صفات ها را میخوانند و معنای آن را نمیفهمند. دلیل چهارم، و وقتی قریش رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدند که رحمان را ذکر میکند، آن را انکار کردند. پس در حق آنها الله سبحانه و تعالی این آیات را نازل کرد و آنها به رحمان کافر می شوند. اکنون مسئله های این موضوع. یکم، انکار کسی که نامها و صفات های الله ایمان نفی می کند، یعنی ایمان به این نفی می شود. دوم، تفسیر آیت سوره رد و آنها به رحمان کافر می شوند. سوم، درباره آن چیزی که شنونده نمی فهمد نباید سخن کرد و آنها را با قدر عقلهایشان سخن میکنیم. چهارم، بیان علتی که به دروغگو نمودن الله و رسولش میرساند گرچه این کار کننده قصدن این کار نکند. پنجم، سخن ابن عباس درباره کسی که صفتی از صفتهای الله را انکار بکند و این که آن شخص را این انکار هلاک میسازد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.